این نمونه از سه شرکت فعال پروسس شالی در کندز است که در یک روز ظرفیت تولید 120 تن برنج را دارد. مسئولان ریاست زراعت ولایت کندز میگویند افزون بر این شرکت ها دو شرکت دیگر در حال ایجاد شدن است. ما گفته این مسئولان شرکت های تبدیل شالی و برنج در بخش های مختلف از جمله قرض های کوچک، توزیع تخم های اصلاح شده شالی با دهقان همکاری میکنند. برای دهقان بازاریابی کنیم در ولایت کندز خوشبختانه الحمدلله که ما تقریبا 3 میل جور شده است که مرفلا از شالی دهقان خریداری میشه و همچنان 2-3 میل هم پیشری داریم که در حال بسازی و جور کردن است و این را ما برای تمام دهقان اطمینان میتیم که انشالله بازار خوب برای دهقان جور شده و وقتی که شالی دهقان آماده شوه آن واحد میل که ما مرفلا جور کردیم و جور شده و در آینده جور میشه شالیشان خریداری میشه. مسئولان برخی شرکت های پروسس شالی در کندز میگویند با ایجاد این شرکت ها زمینه کار برای دهاتان ایجاد شده است و از حکومت میخواهند زمینه صادرات برنج به بیرون از کشور را فراهم کند و نیز از تولیدات داخلی حمایت نمایند. در 24 ساعت کاری 140 تن برنج تولید میکنند و الحمدلله برای 220 نفر تقریبا زمینه کار مساعد ساخته. ما از امارت اسلامی افغانستان خواهان حمایت در زمینه صادرات هستیم. دهقان میگویند تخم های بذری شالی را که از شرکت های تولید برنج در اختیار آنان قرار میدهد حاصلات قناعت بخش دارد و نیز فراورده های زراعتی به خصوص شالی به بهای مناسب به فروش میرسد. در تخم در کائنات دغه منگا مخ که به منگ زراعتی شولی کولی جرب یو نیم خروار زور دو خرواره دغه تخم چې منگ کارو دا تخمینان تا لدرینی و نیولی تا سالور خروارو پوری دا شول منگ لیو جرب نه اخلو. با باور دهقان تبدیل شالی به برنج برایش قدیمی بیشتر از یک ماه را در بر می گرفت، اما با ایجاد و افزایش ماشین های پروسس در یک روز شالی به برنج تبدیل می شود که برای دهقان سهولت ایجاد شده است. آنان همچنان خواهان مکانیزه شدن بخش های دیگر سیستم زراعتی در کندزند.